جانم. سلام سلام، صدای منو دارید؟ گل روز میاره. آره صدا به زور میاد. آره. اخرشون نه من نه ما فیلم که نداریم. نداری؟ نه میاد الان آقا برده نیست صدا تو ندارم. بعد جوابش میدی دیگه گوزان خواهم اسکولش کنم یه داشت. خیلی دارم اسکل میشم الان، خیلی دارم اسکل میشم، یعنی واقعا الان تحت تاثیرت قرار گرفتم. آره داشت، من ساقیم خوب از تو پارک میگه. نه چشمی آره داشمه. خلاص پسرخاله بزرگو در واقع، همون که خیلی باش زد و بند داشت. بنابراین شبا خونه خودمون میخواد. پشمک تله خودم، حالتون چطوره آقا؟ من با یه ویدیو دیگه برگشتم. خب و اینکه آره خلاصه میخوام بهتون بگم که خدا کنه. اوه نگاه کن بات یه گیمپلی یه خفن و یه آموزش خفن جو که از کاور فهمیدید. میخوام بهتون آموزش بدم که در واقع چجوری یه ایم خفنی داشته باشیم، لگد گانو چجوری خوب بگیریم و دیگه چیزای از این قبیل. نگاه من میپرم، نگاه بیادم. آره آقا این بمبا هم که میدونیم بندازین زیر پا خودتون هم میشید آدم برفی. آره چه خبر، چی کار میکنید؟ آقا من یه گیم پلی، ببین دهن من سرویس شده. خب یه گیم پلی گرفتم، خیلی خفن شد، آخرش لفت شدم، یعنی از گیم اومدم بیرون. در این حد خیلی خورد تو ذوقم، ببین یعنی قشنگ افسرده شدم، جدی میگم. خلاصه که آره اینم سختی هاشه دیگه. این وری شو بابا، این وری شو میبینید با اسکین نیکتا اومدم. گفتم شاید تو تصویر تو وبکم، یعنی وبکم که نه، در واقع هندکم فکر کنم بهتر بشه، چرا که اسکین باته که من همیشه بهش پلی میدم چند بار تست کردم خیلی خوب در نیومد. حالا بماند دیگه. آقا اگه در طول ویدیو من دستم اینجوری مثلا کج شد دیگه، خودتون به بزرگی خودتان مرا لطفاً عفو کنید. مثلا این صندلی رو بکشم پایین، یعنی بکشم پایین که عفو درست اینی بیارم جلو. آره خب بسم الله الرحمن الرحیم، برید کنار. آقا یا ابوالفز اینا چه زود رسیدن، من میرم کنار، شما لوت کنید. اصلا مشکلی، ما همه با هم برادریم، ما همه با هم برادریم. داش ما برادریم، داش ما برادریم، برادر. ای بیتر ادب. خیلی بیادبی داش، من که رفتم ولی ما با هم برادر بودیم. تو منو گول زدی. یو اول فاز بابا برید اون بر. اومدم سراغت، همین بود. و اینکه گیم پلی سولو اسکواد هم هست، میگم آقا اگه در حین بازی دست من اینجوری چون من یعنی شل دستم، میدونی چی میگم، خیلی دستم مال خودم نیست، هر طرفی که بگی میره. یعنی آره برم یه کمی لوت کنم بعد برم بالا. آقا من حرفم نزنم روی این ویدیو، جدی میگم خیلی چی میتونید از این ویدیو یاد بگیریم، ولی خب در این حال من این ویدیو رو، یعنی وسطش رو ادیت دیگه در واقع میذارم روی این ویدیو ها که میذارم.
وسطشون رو چیز میکنم، مثلا بعضی جاهاشو نگه میدارم، حرف میزنم یکمیش، نگاه این نگاه این نگاه این، خدایی بیا پایین، خدایی بیا پایین، داشت بیا پایین، تیر بده تیر بده، ای دهن سرویس بی علف، نگاه کن اینا رو، نگاه کن اینا رو، بی علف. خوب خوب بیا پایین ببینم، بده تیر بده تیر 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 تیر، ای جان ماشالله، خوشم اومد ازت، خوشم اومد ازت. هش مکتب خودم اینجا یه توضیح بدم، ببینین کلاسی که اینجا ویژ ویژ میاره تو هوا رو اصلا ور ندارید، موومنتتون رو یعنی میپوکونه، به نظرم خیلی چیزه مزخرفیه، جدی میگم، یعنی فقط خیلی ها فکر کنن چیز خفنیه ولی نه، فقط موومنت رو میپوکونه در واقع، هیچ فایده ای هم نداره، فقط میری بالا همین. آقا برو بریم ادامه کار. ای وای نتونستم سواشم، بزو 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 ای لفت نده داشته من این کارا درست نی، ای بابا ای وی عده، ولی این قرار ما نبود، تو قول منو شکوندی، ای جان ای جان بیا داخل، چش بلوری من، من اصلا ببین من آره ره ندارم، اینجا گیم پلیه، من نمیتونم که مثلا تو ریوال شد، مگر اینکه نه هیچ هیچ راه حلی نداره. خب آقا اول بگم که اگه کیفیت ویدیو یک کمی یعنی پایین تره نسبت به بقیه ویدیو، خودتون دیگه ببخشید آقا، چون خب ویدیو هندکم هست و خیلی اونچنان کیفیت بالایی نداره، ولی در کل آقا میخوام بهتون یاد بدم چجوری با این هادی که من تو چند تا ویدیو قبل بهتون یاد دادم، یعنی چیدمانشو میخوام بگم که چجوری گانو کنترل کنید. ببین با این میگیری خب ایمو، بعد با اون هیپ فایر بالا تیر میزنی، بعد با این ایمه کنترل میکنی. ببین من الان تکونش میدم، نگاه کن تیر که میزنی با اون ایمه میاریش پایین، یعنی سعی میکنی بیاریش پایین، نگاه کن قشنگ کنترل دست خودت، اول شکم ضربه میزنه بعد درست میشه. ببین خیلی راحت میتونی انگار AK-47 راحت از دور بزن. خلاصه اینم جریان اینه، برو بریم. مونده شاتگان، شاتگان رو براتون توضیح میدم، حالا چیز بیاد یعنی دراپ بیاد، اون دراپ صورتی ها، دلاب صورتی ها هستن، از اون دلاب صورتی ها، دراب صورتی ها بیاد، من میگم که چجوری نید انداختنم که دیگه فکر کنم چیز عجیبی براتون نباشه دیگه، تقریبا همه یه جورایی نمیدونم، حالا توضیح براتون میدم. ببین تو نید انداختن هر جاییو که میخوای نید بندازی، وقتی نیدو میگیری بذار 3 ثانیهش بگذره بعد پرتاب کن، خب فقط پرتاب کن، البته بستگی به فاصله هم داره، یعنی فاصله تو با اون انمی چقدر در واقع. خب اگه داشت دارم توضیح میدم بیادم، اگه فاصلت با اون انمی خیلی بود، خب همون یا اول بس پرتش کن، همون موقع که میگیریش پرتش کن، اصلا تعارف نکن. اگه که فاصلت نزدیک بود چندین ثانیه نگهدار، رفتی توش داشت. ببین ترپ وقتی میگیری دست، موومنت تو خیلی خوب میکنه، خب و همینجور میتونم بهتون بگم که فقط تو جای تنگ و تاریک ببین فقط جای تاریک بگردید، خب فقط جای تاریک حرکت، تاریک که نه، چرا دارم چرت و پرت میگم، ببین دستم داره که خم میشه دیگه، خودتون دیگه لطفاً، آره من همون اول گفتم، ببین بس کنترل ایمه،
گفتم بهتون. بس کنترل ایمه خب من رو نگاه کن خودش کلی میشم میسم و میگم بس کنترل ایمه. خب آقا از این بگذاریم، ببین یه نید انداختن سریع اومدم رو پله های پایین، خب سریع نذاشتم اصلا نید بهم دمیج بزنه، اینم اووردیم پایین. حالا دیگه از این بگذاریم، بازم اون بس کنترل ایم. آقا میخوام بهتون بگم که ببین تو درگیری های نزدیک هیپ وایر، خب با هیپ وایر میزنی، خب یعنی دوا تیر میزنی با انگشت رمون، انگشتی که من آسین انگشت پوشیدم، با اون صفحت رو کنترل میکنی. خب ببین خیلی دقیق، یعنی کلا شما حرکات دست من رو نگاه کنید میفهمید. حالا بریم جلوتر، خب وقتی شاتگان میگیرم دست خودتون میبینید که جوری شاتگان میزنم، کنترل ایم میکنم، خب همش به سریع زدن نیست، خب باید سعی کنید دقت بیشتری داشته باشید. خلاصه آقا بریم جلوتر یکم نید ببینیم. نه آقا اگه یه کمی تایم ویدیو بالا هست دیگه خودتون ببخشید، سعی کنم نکات آموزشی بگم و هند کمه. ببین رفیقمون نارنجک انداخت، یه نید انداخت از اینکه چند تا میشه، ولی ببین من همون روشی که خودم گفتم زدم، یعنی یه کمی طولش دادم بعد نارنجک رو انداختم. ببین مال من چقدر گیراتر بود، اینجا دیگه دیدین خودتون. داشت حقیقتا نمیخوام بزنم تو زوبت، ولی خب من نید انداختم هم قوی تر حقیقتا. این همونه که میگم چند ثانیه نگه دارید بعد بزنید، جریان اینه. خب آقا یه اسکواد اومد راش داد به من، میخوام نو نگاه کنید، فقط به انگشت سمت راستم نگاه کنید، انگشت شست سمت راستم. ببین اینو خیلی قشنگ انداختم پایین، خب ببین صدای شاتگان داشتم، دور شدم سریع موفت میزدم و دور میشدم، خب که اون طرف دیدم زد اینی که داره شاتگان میزنه رو. ببین اینجا شاتگان برداشتم، خب شاتگان رو نگاه کن چجوری باش زدم، فقط نگاهی اون نقطه ایم سمت راست پایین بکن. خب ببین خودت میفهمی دیگه چجوری با اون ایم شاتگانم رو میارم رو انمی، خب خیلی واضحه. یعنی آقا بریم دیگه شروع کنیم دیگه. خب من اینجا صدای یکم صدا داشتم، دو تا نید انداختم، اولیش که پوکید فهمیدم گرفته بهش، دومی که انداختم نگرفتش، فهمیدم یه جای کف زمین رو کمپ کرده. ببین رفتم جلوتر، خب یه ترپ رو زمین دیدم، ببین خیلی شیکه ترپ رو انداختم بغلش، خودم هم راشش دادم با هیت فایر، شاتگان رو بر نداشتم که اینجا شاتگان رو برداشتم. ببین نگاه ADS کن، اولی رو زدم دومی اومد، خب شات اول نیست رفت دومی زدم، نگاه این کن اینجا کن نگاه این کن، قشنگ دست رو گذاشتم رو ADS کشیدم سمت چپ، خب بدون هیچ عجله ای. باز برید ویدیو رو برگردونید لقب اون تکر رو ببینید، خیلی خوب متوجه میشید آقا، خیلی ایزی. اون دیگه ببین خودش زونو، یعنی زون خودشونو دیگه کارشونو میکنه دیگه، حالا احتمالا لفت میدم ولی خب عیبی نداره. اینو حداقل من بگیرم که خب آقا ببین اینجا خیلی نکته خفنی رو میتونید ببینید. خب یه بکن از یه طرف من کامل تیر خودم، فهمیدم از این طرف خیلی خطرناکه اگه برم جلو، نگاهی توضیحات کنید و حال کنید آقا. ببین میدونم از این سمت، حالا من اینو میگم احتمال داره خودم هم بخورم چون خیلی سخته، میدونم از این طرف محاصره هستم، تنها کاری که میکنم این ور رو میزنم که انمی از این طرف نیاد، پس این ور رو میکنم. با اینکه لگ زیاد زدم، ببین همون حرکتی که خودم گفتم ثابت وای نستادم.
و اینکه ببین الان من کار خودم کم حتی بباخم هم الان اوکی هم با اینکه سعی میکنم نباخم. خب این تیر رو علکی زنم، میخواستم بهتون همون ایمونشون بدم. ببین میگیرم اولش، خب اولش قطعا یه ضربایی داره ولی بعدش ببین کنترل میشه، یه خوردم اصلا ضربه نمیزنه. خب موضوع بعد درباره موومنت بروکن که این باشه، یا کنیم این موومنت بروکن فقط میخواد یه کمی انگشت شما سری باشه. خب همین، اینو براتون توضیح میدم ولی توی ویدیوی بعد. بریم جلوتر. نمیدونم یعنی میخواد بیاد کارت مثلا رفیقش رو برداره باش میمیری تو زون مثلا. حالت خوبه؟ قطعا نیست. خب اگه بود ببین این آقا اینو بگم، اگه شاتگان داشتید و فاصلتون دور بود با انمی حتما با ADS بزنید، اصلا با هیپ فایر زدن از فاصله دور کار اشتباهیه، مگر اینکه موومنت بروکن بلد باشید. آقا اینجا رو حتما ببینید، درباره فایت های سولو به چند نفر هست. یه اسنایپر داره به شلیک میکنه، من گان نزدیک، فقط گان نزدیک زن دارم. با چیکار کنم؟ فقط نگاه کن دیگه، اگه باختم خب دیگه نمیشه کاریش کرد، باختم دیگه. آقا اینجا فقط یه کاری کردم که نتونن بیان سمت من، نتونن به من راش بدن، چون واقعا موقعیت بدی بود. حالا ببینید داشت تو هم مجبوری بیای پایین، فقط من قرار نیست بیام پایین. آقا ببین اینجا اصلا گفتم مردم تموم، ولی ببین استرس نگرفتم و جمعش کردم خیلی راحت. آقا وقتی میبینید، وقتی میبینم خودم ویدیو ساکته با ادیت خودم روش حرف میزنم خب، ولی بعضی وقتا که دواق استش تو خود بازی دارم ریاکشنم عین بازیه، میدونی چی میگم. خب آقا دیگه هم این تکه آخرش کنترل ایم رو میبینید، من دیگه از پشت صحنه خداحافظی میکنم، دوستتون دارم، فعلا خداحافظ، دیگه شما برید ادامه. کنترل ایمیسیه، امیدوارم های لحنم سرویس شده و کف دستم چه عرق کرد. البته شما که نمیبینید عرق رو، ولی خب امیدوارم لذت برده بوده باشید. پوتک ایز هیر. و اینکه آقا خیلی ایزی، من مثل آیوی هم هستم فکر نکنید، خیلی نوب نبودن دیگه خدایش، چون سولو به اسکواد پلیرین هم معمولا اینجوری میشه، ولی خب امیدوارم لذت برده باشید. و آقا من باز دوباره از پشت صحنه برگشتم، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه، و اینکه باز دوباره دوستتون دارم، فعلا خدافظ.